سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به استدیو من. امروز میخوایم یه چند تا VST به تو معرفی کنیم و VST خیلی کاربردیه واسه گیتار الکتریک، گیتار نایلون، گیتار آکوستیک و اینکه خیلی به کارتون میاد و خیلی سوال داشتین روی این تنظیمی که الان میخوام براتون پلی کنم که این گیتاراش با چی زده شده، با چه VST زده شده، چه جوری بوده، و میخوام اینو براتون کاملا توضیح بدم. و اینکه ویدیو امروزمون راجع به معرفی VST و نحوه استفاده از اونها. بریم یه نرم افزار. خب یه VST هست که توی کانال تلگرام گذاشتم، اگه اشتباه نکنم سشن گیتاریست، اگه تلفظش رو اشتباه نکنم، مال کمپانی دلوکسه. ببینید اینجا بهتون پریست های مختلف رو داده. مثلا من روی این میزنم، هدفونم اون نذاشتم، کلا صدا نداریم، لود نکرده، بذاریم لودش رو انجام بده. آره ببینید این هم گیتار آکوستیک داره، این VST هم گیتار الکتریک. یه مقدار سنگینه و لودش طول میکشه فکر کنم. اوکی ببین اینجا چه آرپژ قشنگی داره بهمون میده، رو هر آکوردی که بخواید و رو هر مترونومی که بخواید. خب روی این وکال من اینو میزنم، یه پیانو با صدای خسته و گنگ، یه پیانو تو کویر ماهی و تون. اینا آرپژیاشه، مثلا آرپژا متفاوت داره. این آفوکادو داره، هر آکوردی که بخواید اونو میتونید بزنید. این میوته، این از این. حالا میریم بعدی رو بهتون معرفی کنم. این یه پریست دیگه شه، یه حالت دیگهش، یه حالت دیگه. یکی دیگه آکورد لا مینور سول فا دوباره لا. خب این یکی آرپژی، ببین کنارش این علامت آرپژ داره. ببین چه باله. بعدی این پاور کورده، سنگینه فکر کنم، یکم اذیت میکنه. دیستروشن، بعدیش حالا من از این توی این کار استفاده کردم. گوشش بدیم توی اینجا. یا اینجا کلا
کلن کارمونو پر کرد و ریتم آکوستیکمون از همین VST ولی آکوستیکش. خب بریم بقیهش رو اینا رو چک کنیم با هم. این از پاور کوردش. بعد اینجا شما میتونید سه چهارمش کنید، تریبلتش کنید، براتون تریبلت بزنه، سه چهار بزنه یا چهار چهار. حالا من الان اینجا چهار چهارم میرازم. راک شو. بعدیش بعدی دیگه، این به ترتیب داره دیگه. اینجا کرشندو یواش یواش زیاد میشه. خب این ببینید چیه، این آرپژیه. اینجا هم تو گیتار ستینگش میتونید کارهای متفاوت روش انجام بدید، اینکه روی چه پیکاپی بخوره. الان رو نکه، الان من پیکاپش رو عوض کردم. اینجا رو بریجه، پول هست. نمیدید جنس صداش عوض میشه. حالا رو نک این واسه پیکاپتونه که چه پیکاپی نزدیک تر باشه دیگه. فرد نویزش رو میتونید کم و زیادش کنید. الان وسط میتونیم کم کنیم، حالا زیاد. جا به جایی ها رو میبینید زنده تر صدا میده. شما وقتی ساز زنده دارید میگیرید، جا به جایی آکورداتون صداش هست داخلش. به هر حال اینجا دیکی میوت نوته دیگه، تیونینگش هم از اینجا میتونید تغییر بدید. خب دیگه توی قسمت امپ هم میتونید افیکس های مختلف روش بدید. مثلا اینجا ریورب داره، اکو داره، چیزهای مختلفی هست، کمپرسور داره، میتونید خودتون اد کنید، بهش اضافه کنید. اینا چیزهایی که بهتون داده، دیستروشن و چیزهای دیگه. دیگه پلی بکش هم که شما میتونید این ریتمش رو سوینگش کنید یا حالا تفاوتی تو پترناش ایجاد کنید. خب ما میریم تو خود این پترنش. ده اینجا عوض شد آرپژش، اینجا باز عوض میشه، میوت میشه. اینجا به حالت ریتم در اومد. میریم بعد مثلا آمریکن. نوع‌های مختلف. خب این از این. این کلی براتون جنس صدا داره، یعنی اصلا شما کاملا با این VST تکمیلید، دیگه نیاز ندارید به خیلی از چیزا. اینجا براتون یه سری ریورسا گذاشته، ریورساش هم باحاله. بذار لوت برای فضا سازی ها خیلی باحاله. من توی یکی از کارم استفاده کردم از این، خیلی باحاله. هر ریورسی رو بخواید دارید. الان بعدی رو ببینیم چیه. این میوت بعده. خب این از این VST. خب اینو نمیبندم، بستمش مثل اینکه. خب این آکوستیکشه، استرامر گیتار آکوستیک.
ببینید ریتم متفاوت و باز براتون داره به همون شکل اینجا میزنید جنس های متفاوت 4-4-3-4 تریبلت اینجا 3-4 میشه خب ببینید جنسات همه ریتمی رو براتون ساپورت میکنه اینم درسته چون فوله برای پاساژا با حال این خب اینم با حاله اینم باز ریتما و آرپژای متفاوتی رو داره خب حالا اینا ریتمایی بود که آماده بود اینجا گیتار نایلون داریم اسکچ نایلون اگه اشتباه تلفظ نکنم اینه بریم ببینیم چجوریه ویستش تو این فاصله بگم لایک سابسکرایب و زنگوله هم فراموش نکنید که پستان براتون زودتر نشون داده بشه خب این گیتار نایلونه که شما باید بزنید با میدی کنترلرتون و باید مثل گیتار بزنید دیگه بعد فلاجوله مثلا و میتونید فضای باحالی بدید با فرجوله به کارتون میوت داریم آپویاندو الان اصلا یه آرپیج میزنیم Thank you.
اینجا توی تنظیماتش الان مونوه، میتونید استریوش کنید. و اینو از رو حالت اوتو برداریم، آفیاندو تیراندو اینجا، ریوربش رو میتونید کم و زیاد کنید، اسپیدش رو میتونید کم و زیاد کنید، تو ایکیوش میتونید های و مید و لوش رو تنظیم کنید. دیگه خیلی تنظیمات خاصی رو بهمون نمیده. اینجا هم که افیکس های میتونید، اینجا دمپ صدا دمپ میده، اینجا صدا سیم و صدا خوردن به بدنه گیتار رو، نه جد صدا با حالی داره. و دیگه اینم اونه که VST گیتاریه که میتونستم بهتون معرفی کنم. و همین سه تا VST گیتار رو متوجه شدید که چی هستن، اسمشون چیه. من از این سه تا VST خیلی استفاده میکنم توی گیتار الکتریک و گیتار نایلون. یه دونه دیگه از گیتار الکتریک ها استفاده میکنم که اونم گیتار باحالیه، از ریتما پترنای اصلیش استفاده میکنم، پترنایی که خودش بهم داده به عنوان پریست استفاده میکنم و اونا رو یه مقدار جابجا میکنم، کوانتایزاشون رو اینور اونور میکنم، یه ذره تغییرات بهشون میدم که حالا مخصوص به خودم بشه، که اونم برای اینکه الان تایم جلسه خیلی زیاد نشه به این خاطر نمیتونم براتون بذارم و اینکه الان انقدر سنگینه اون که نمیاره، فکر کنم الان چون پروژه سنگینی هم هست فکر کنم نیاره بالا پروژه اون VST. تا اینجا فعلا داشته باشید. این ستا هم ستاش لینک دانلودشون تو کانال تلگرام هست، برید دانلود کنید کیفشو ببرید کیفشو برید دانلود کنید کیفشو بکنید. و اینکه هر سوالی هم داشتید در خدمت هستیم. لایک سابسکرایب زنگوله فراموش نشه. خیلی چکریم، خیلی مخلصیم. خداحافظ.